فراوان به برنامه دیگر از نگاه روز از کانال جدید خوش آمدید. من نگار نادری به همراه سایر همکارانم این برنامه رو به تهیه کنندگی رضا رشیدی تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه میپردازیم به حمله نیروهای امنیتی به منازل بهائیان در چند شهر ایران. در روز یکشنبه 22 آذر ماه حمله ماموران امنیتی و انتظامی به منازل بهائیان در چند شهر ایران اتفاق افتاد و علاوه بر تفتیش منازل اونها بخشی از اموالشون مانند گوشی موبایل، کتاب و کامپیوترشون رو هم توقیف کردن. از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و فشار مضاعف و آزار و اذیت‌های بیشتری نسبت به بهائیان اعمال شده و میشه. در همین رابطه با مهمان عزیز برنامه سیامک بهاری همراه هستیم. من سلام میکنم به سیامک بهاری عزیز و خوش آمد میگم. سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه. به نظر شما عدم به رسمیت شناختن بهائیان و آزار و اذیت اونها چه دلایل سیاسی و اجتماعی میتونه داشته باشه؟ خب ببینید، آزار و اذیت بهائیان یک سابقه طولانی و تاریخی داره، از دوره قاجار، بعد دوره پهلوی ها و بعد دوره جمهوری اسلامی که بسیار سازمان یافته و همه جانبه این حملات صورت میگیره. بهائیت اساساً به عنوان یک مذهب یک نوع قرائت از شیعه‌گری هست و طی این قرائت اون چیزی که بهش مرجعیت و کسانی که نایب امام زمان و آیت الله و غیره هستن حذف میشن و دعوا دقیقا از همونجا شروع شد که مغازه و دکون این تیپ از مراجع که اساساً اسلام سیاسی رو اینها نمایندگی میکردن و میکنن مغازه اینا تعطیل میشد و فتوا دادن، کافر خوندن، فرقه زاله گفتن، نجس گفتن، از دین خارج بودن شروع شد و کار کشید به دستگیر کردن و کشتن و سربنیز کردن و حملات پی در پی تا زمان جمهوری اسلامی. مثلا جهت اطلاع شما، شاید خیلی از عزیزان بیننده دوره پهلوی ها رو به خاطر نداشته باشند که چگونه باهایی ها مورد حمله قرار می گرفتن. یک مکان مذهبی اداری داشتند به نام حضیرت القدس که توسط به دستور ممرزا پهلوی و شخص سپه بود نادر باتمانقلیچ به اونجا حمله شد و تخریب شد و بعدها به خاطر اینکه مرجعیت شیعه از ممرزا پهلوی در مقابل محمد مصدق دفاع کرده بودند، همیشه مورد لطف دربار بودند و شخصی به نام محمد تقی فلسفی اجازه داشت توی رادیو برنامه داشته باشه علیه بهائیان و همون امکانات رو ایجاد میکرد که مداومن به بهائیان در هر کجا حمله بشه. و در دوره جمهوری اسلامی طبیعیه که اصلا کار به دست مراجع اصلی شیعه افتاد و از قبلش هست، از آیت الله بروجردی، آیت الله خامنه ای، نوری همدانی، مصباح یزدی، همه اینا جز مراجعی بودن و ده ها مرجع شیعه دیگه که بهائیان رو زاله، نجس، غیر قابل معامله، غیر قابل ارتباط و رابطه و غیره داشتن و خب خیلی جاهام خون اونها رو حلال کردن که امیدوارم فرصت بشه راجع به جزئیاتمون صحبت کنیم. همینجور هم مقامات جمهوری اسلامی همواره منکر این تبعیض‌ها و آزار و اذیت‌ها و همچنین زندانی شدن بهائیان شدن و اینکه خود محمد جواد ظریف هم اعلام کرده بود که بهائی بودن جرم نیست و ما کسی را در ایران به جرم بهائیت در زندان نمی‌اندازیم. این تا چه حد میتونه واقعیت داشته باشه؟ قطعا واقعیت نداره. همینطور که در پرسش قبلی هم اشاره کردم، در قانون جمهوری اسلامی اساساً بهائیت به رسمیت شناخته نشد و حتی قبل از اینکه روح الله خمینی به قدرت برسه و جمهوری اسلامی برپا بشه، اون صریح راجع به اینکه بهائیت یک دین نیست و یک فرقه است منتسب به
سازمان های جاسوسی و غیره که بعدا معلوم شد خود اینها بیشتر از هر کسی با این انتلیجنس سرویس و غیره بیشتر ارتباط دارند. و در این حال همه اون چیزی که قبلا آیت الله بروجردی و مراجع قبلی گفته بودند در مورد بهائیت رو تایید کرد و به جز اون به قانون تبدیل شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیرو همین فتواهایی که داده شد خون بهائیان رو حلال اعلام کرد، شکایت بهائیان غیر قابل قبول بود و در این حال حمله کردن به منازل بهائیان، اخراج اونها، ممنوع تدریس کردن اونها، تخریب حتی آرامگاه ها و قبر بهائی ها، حتی عدم کفن و دفن بهائی ها در بسیاری از گورستان ها، حمله کردن به منازل اونها، بستن کسب و کارشون، تعقیب و مراقبت از اونها، حتی ممنوع کردن مدارسی که خود بهائیان داشتن. نزدیک یک چیزی حدود بیش از 100 نفر از بهائیان با اسامی و اسم و رسم، 183 تا اسم موجود هست الان که خود جمهوری اسلامی اعلام کرد اینا رو اعدام کرد، بیشتر از 1000 نفر رو دستگیر کرد و در شهر شیراز از جمله حتی به مدارس خودگردانی که بهائیان برای کودکانی که محروم از تحصیل بودن حمله کردن، 9 زن رو دستگیر کردن و اعدام کردن، از جمله دختر 17 ساله‌ای به نام منا محمود نژاد که خیلی در مراجع بین المللی این جنایت سر و صدا کرد و این چیزی نیست که جمهوری اسلامی بتونه پنهانش کنه. همینطور که حمله به دیگر مذاهبی که حتی رسمیت دارند مثل یهودی ستیزی که جمهوری اسلامی به راه انداخت، کشتن زرتشتی ها، حمله به دراویش گنابادی که خودشون اصلا شیعه و پیرو و علی و غیره میدونن و اصلا حتی به نوعی طرفدار جمهوری اسلامی بودن، اونها را هم تحمل نکرد. جمهوری اسلامی هیچ نوع مذهبی غیر از خودش رو، حتی اهل تسنن رو قابل تحمل نمیدونه و شما ببینید یک دونه مرکز اهل تسنن رو شما نمیتونید در تهران پیدا کنید، ممکن نیست، هیچ نوع تجمعی برای اونها ممکن نیست، چه رسد به بهائیان و تحت تعقیب قرار دادن اونها. چیزی نزدیک به 300,000 بهائی در ایران بود که اغلب اونها تا تونستن جون سالم به در بردن و از کشور خارج شدن، اونها هم که موندن دائما تحت مراقبتن که الان گفتین در تهران و اصفهان و مازندران و البرز و غیره به خونه هاشون ریختن و مورد تفتیش و ضرب و شتم قرار دادن. همچنین حزب کمونیست کارگری در اطلاعیه از تمامی شهروندان و فعالین سیاسی و اجتماعی و همچنین از تشکل‌های اجتماعی غیر دولتی خواسته که با اعتراض به عدم رعایت حقوق شهروندی بهائیان و تمامی مردم ایران اعتراض بکنند. از نظر حزب کمونیست کارگری حق شهروندی بهائیان چه جایگاهی داره؟ ببینید، ما یک جامعه‌ای می‌خوایم که عاری از ستم مذهبی باشه و دست مذهب از زندگی مردم کوتاه باشه. مذهب امر خصوصی و شخصی افراد هست، چیزی به نام مذهب رسمی وجود نداره. کافیه که شما بگید شیعه اثنااشعری جعفری که در قانون اساسی به همین ترتیبی که من گفتم ذکر شده، تمامی مذاهب غیر رسمی میشن و در نتیجه مورد حمله قرار میگیرن، یعنی حقوق اجتماعی اونها دیگه به رسمیت شناخته نمیشه، در حالی که مذهب امر شخصی افراد، مذهب و دولت کاملا باید از هم جدا بشن. آزادی مذهب، داشتن مذهب و نداشتن مذهب به همین ترتیب و به این ترتیب اون تبعیض و ستمی که بر اساس عقاید به شهروندان جامعه وارد میشه اون باید حذف بشه. مردم عادی به صورت معمول اگر تحریک مراجع و مراکز مذهبی نباشه، مثل خواهر و برادر کنار هم زندگی میکنن، اصلا کاری با مذهب هم دیگه ندارن و آمد و شد میکنن. وقتی دست دولت ها و تحریک قوانین به میدون میاد، اون وقت فضا کاملا علیه به نوعی از قرائت مذهبی تبدیل میشه و به عنوان دشمن کارگزاران سازمان های جاسوسی، صهیونیست ها و غیره به هر بهانه
به اونها حمله میشه. اساس موضوع این است که حزب کمونیست کارگری به عنوان یک حزب کمونیستی داشتن یا نداشتن مذهب را امر خصوصی افراد میدونه و هر نوع ستم مذهبی با اعلام مذهب رسمی رو مردود میشه. بله، و همچنین اینکه چگونه همین امروز میتونیم در مقابل تعرض به حق شهروندی همه ساکنان ایران اعتراض کرد و اون رو تضمین کرد، اگر امکان داره کوتاه این رو پاسخ بدید. بله، امیدوارم که فرصت بشه. سوال مهمی هم هست. ببینید، اون چیزی که الان مردم در اختیار دارن اعتراض کردنه و دفاع کردن از کسانی که مورد حمله قرار میگیرن و همین کار هم صورت گرفته. به صورت عادی مردم از اخراج دانشجویان بهایی، از اخراج دانش آموز بهایی از مدرسه اعتراض میکنن و باید همین کار رو کرد. هیچ کس رو به خاطر عقاید خانوادهش یا عقاید شخصیش نباید از درس و تحصیل، کار، کسب، امور اجتماعی و غیره محروم کرد. خب این کاری که جمهوری اسلامی میکنه، چه کسانی به گورستانهای بهایی حمله میکنه؟ چه کسی نفش قبر میکنه و جسد رو در میاره و میگه که این جاش در شهر ما نیست، باید برید در یه گورستانی که معلوم نیست کجاست دفن کنید؟ خب معلوم این کار دولته و اعتراض کار ماست و حمایت. همه جریانات مذهبی، چه به اونها اقلیت گفته بشه که کاملا بی‌معنیه، چه اکثریت گفته بشه، ما هیچ آماری نداریم که افراد بتونن آزادانه مذهب خودشون یا نداشتن مذهب خودشون رو اعلام کنند. این رو باید به کلی، این بساط رو باید برداشت و جمهوری اسلامی رو در مراجع بین المللی قبل از هر چیز به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کرد. خب میدونید بارها و بارها سازمان ملل هم همین کار رو کرد. شخص بانکیمون سال 2016 من کاملا به خاطرم هست که دقیقا بر سر بهائی ستیزی در صحنه علنی سازمان ملل در شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد و ابزار ما اعتراض کردن به حمایت از کسانی است که چنین بیرحمانه توسط جمهوری اسلامی مورد ستم و اجحاف قرار میگیرن. ممنونم از شما سیامک بهاری عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید. استدعا میکنم. موفق باشید. و ممنون از شما که همراه امروز برنامه نگاه روز بودید. تا نگاه روز دیگر، بدرود.